اعتصاب کاری آموزگاران هرات وارد چهارمین روز خود شد. اینجا آموزگاران از مکاتب مختلف هرات گرد هم آمده و خواهان رسیدگی به خواستهایشان هستند. افزایش حقوق، اجرا شدن سیستم ارتقای ظرفیت و در اختیار قرار دادن زمینهایشان در شهرک معلمین از مهمترین خواسته های آموزگاران معترض است. اعتصاب ما مدت مشخصی نداره، تا که از مقامات بالا برای ما پاسخ قانع کننده داده نشود اعتصاب ما ادامه داره و هدف از اعتصاب ما این است که ما افسودی معاشات و امتیازاتی که به معلمین داده شده میخواهیم و از مقامات خواهشمندیم که در این باره توجه جدی لازم داره. آنان می‌افزایند که مقام‌های دولتی باید برای رسیدگی به خواست‌های مشروع و قانونی آموزگاران وارد عمل شده و به صدای آنان گوش دهند. اعتصاب تا زمانی که دولت بیاید و استادان محترم قناعت اینا را حاصل بکنه و در قسمت افزودی معاشات استادان یک تصمیم همه جانبر برای استادای عزیز ما در نظر بگیره و معاش استادان بالا بره. و آنچه که حق مسلم معلم هست این به دست نیایه و ما به او بالاخره فائق نشیم و دستیاب نشیم، از اعتصاب دست نمیکشیم. مثلا اعتصاب دوام خواهد داشت اگر هرچند وقت در بر بگیره و هرچند اگر ما هر کس میفهمه که بحث اعتصاب همون شکل که اگر از جنبه اعتباط مثبت داره اعتباط منفی هم داره، ولی پاسخگوی اعتباط منفی از حکومت خواهد بود. این آموزگاران همچنان ادعا میکنند که شماری از مدیران در مکاتب آموزگاران را تهدید میکنند که در روزهای اعتصاب به مکاتب باید حاضر شوند. آموزگاران میگویند تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشود به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد. اعتصاب معلمین عزیز ولایت هرات از روز پنجشنبه بدین سو تا به الحال ادامه داره و این اعتصاب تا زمان ادامه خواهد داشت که از طرف دولت مرکزی جواب مثبت و قانع قناعت بخش برای معلمین عزیز داده بشه در قسمت افسودی معاشاتشان. و در حدود امروز در حدود بالای 90% مکاتب هرات در حال اعتصابند و آن عده مکاتبی که اعتصاب را شکستاندند اونا به جبر و اکراه بوده که از طرف ریاست معارف و همچنین از طرف خود معارف شهر هرات اینها مدیران از اینا تهدید شدند، بعض دون مدیر صاحبا رفتن معلمین را تهدید کردند. در همین حال مسئولان معارف هرات میگویند در نشستی که رئیس معارف هرات با شورای منتخب معلمین کشور داشتند تاکید شده که مشکلات آنان را با مقام‌های وزارت معارف در میان خواهند گذاشت. خواسته های معلمین عزیز ما که البته خواسته ها نیست، یک خواسته است، خواسته شان نیست که معاششان افزایش پیدا بکنه. خب میفهمین که افزودن معاش و افزایش معاش در حد معارف هرات نیست. حرفای معلمین خودش شنیدیم، ما به عنوان رابط پیام هایشان انتقال میدیم به مرکز و طوری که دیروز در رسانه‌های اجتماعی شما دیدین وزیر صاحب معارف هم همراه شورای منتخب معلمین افغانستان که نشست داشتن در اونجا گفتم که ما یک طرح جور کردیم برای این موضوع و او را پیشکش میکنیم به رهبری دولت، به رهبری حکومت. آقای پیمان همچنان تهدید آموزگاران از سوی مسئولان معارف و مدیران مکاتب را رد میکند. هیچ مدیری مکلف به این گپ نیست که معلم خود غیر حاضر بکنه و اعتصاب وقتی که معلم اعتصاب میکنه برابر با معیارهای قانونی اگر باشه اگر قانونی معلم هست و من شخصا به حال گزارش موثق و مستند در این خصوص ندارم که معلم مستند خانه حاضری مدیر مستند خانه حاضری معلم خود قید کرده باشه مستند تا گزارش. از سوی دیگر وزیر معارف کشور گفته است جهت برطرف کردن مشکلات مالی آموزگاران طرح افزایش معاش و امتیازات آموزگاران را بر ریاست جمهوری کشور پیشنهاد کرده است. این در حالی است که رئیس جمهوری کشور دو روز پس از آغاز سال جاری تحصیلی با نواختن زنگ مکتب گفته بود که بررسی حقوق آموزگاران یکی از جدیترین موضوعات برنامه کاری امسالش است.